به نام خدا. با عرض سلام، روز بفشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. قصد داریم تا در ادامه آموزش بازارهای مالی در جلسه 73 در مورد باینری آپشن، تاییدی نهادهای مالی آپشن در مقابل معاملات معمولی یا اثبات توضیحاتی خدمتون ارائه بدیم. در قسمت اول آپشن و نهادهای مالی معتبر بین‌المللی، باینری آپشن های تازه ورود توجه رگولاتور را به خودشون جلب کردن. بروکرها، چنانها که قدمت چندین ساله دارن، چنانهایی که تازه کار هستن، میباید توسط این ارگان ها تضمین شن. از جمله این ارگان ها به NFA، CFTC، FCA میشه اشاره کرد و نهادهای مالی دیگه‌ای که در سراسر دنیا هستن که بروکرها رو تضمین میکنن، اما تعداد محدودی از باینری آپشن ها هستن که به صورت رگوله یا معتبر هستن و توسط این نهادهای مالی تایید شدن. مسلماً با معروف شدن باینری آپشن ها خلأ وجود قوانین و تضمین های معتبر برای این گونه جدید از معاملات حس میشه. کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس، سیاسک، اولین ارگان معتبری هستش که باینری آپشن ها رو در ماه می سال 2012 تضمین کرده و قوانین مدونی برای اونها گذاشته که بعضی از باینری آپشن هایی که مشغول به فعالیت هستن سیاسک رو گرفتن. در امریکا نیز یکی از معتبرترین باینری آپشن ها بنکد باینری توسط CFTC رگوله شده و بقیه باینری آپشن هایی که در منطقه هستن دنبال این هستن که بدونن ضمانت نامه معتبر رو بگیرن. در کل دنیا نیز برای ارگان های معتبر شروع به نظارت کردن که به عنوان مثال ارگان نظارتی مالی ژاپن پیشنویسی رو برای اون نوشته تا بتونه نظارت های لازم و کافی رو توی بازار ژاپن داشته باشه. در مالت نیز سازمان نظارتی مالی مالت MFSA شروع به نظارت و تضمین باینری آپشن هایی کرده که در این کشور مشغول به فعالیت هستن. در این رابطه بروکرها میبایست فرایند بسیار سفت و سختی رو طی کنن بتونن جواز کار بگیرن. منظور از بروکرهایی هستن که در زمینه بازارهای مالی مثل فارکس بورس سهام هستن و در این بین باینری آپشن ها در رتبه پایینتری، یعنی پروانه‌ای که میخوان بگیرن در درجه سوم هستش، رتبه سوم هستش، و برای اینکه بتونن مجوز رو بگیرن به عنوان مثال در قبرس حداقل مبلغ 730 هزار یورو رو باید به صورت امانت جهت تضمین پیش ارگان های مالی قرار بدن تا بتونن مجوز های لازم رو کسب کنن. اگر میخواین در باینری آپشن حساب باز کنید، حتما به اونهایی که تحت نظارت ارگان های معتبر و تضمین شده هستن باز کنید. بعضی از بروکرهای فارکس نیست ارائه خدمات باینری آپشن ها رو انجام میدن، ولی معمولا به صورت حرفه‌ای این کار انجام نمیدن. در مقابل سایت هایی هستن، شرکت هایی هستن که به صورت تخصصی فقط باینری آپشن ها رو ارائه میدن و افراد میتونن در این سایت ها اقدام به افتتاح حساب بکنن و به صورت تخصصی از خدمات باینری آپشن استفاده کنن. با اینکه نباید بروکرها و باینری آپشن هایی که رگوله نیستن رو به عنوان کلاهبردار بدونیم، اما اونایی که رگوله ندارن گارانتی هم ندارن، پس هزینه‌هایی که انجام میشه و خدماتی که انجام میشه در موقع برداشت از این بروکرها و یا اختلافات مالی احیانا به وجود میاد بین فرد و کارگزار، نمیتونن به مراجع و ارگان های نظارتی مراجعه کنن. پس حتما باینری آپشن ها و بروکر هایی رو انتخاب بکنیم که رگوله هستن و میتونیم فعالیتمون رو بعدا پیگیری بکنیم. معاملات باینری آپشن در مقابل معاملات معمولی اثبات یا معاملات
معاملاتی هستش که در بروکر ها ما میتونیم انجام بدیم، مقایسه میکنیم. با اینکه باینری آپشن ها مدت طولانی از فعالیتشون نمیگذره، اما تنها در این چند سال اخیر معروفیت زیادی رو کسب کردن، افراد زیادی به سمت این نو بروکر ها اومدن و تا الان بیش از 90 سایت باینری آپشن هستش که برای خدمات به مشتریان و افراد میپردازه. ما در اینجا به مقایسه بین بروکرهای فارکس و باینری آپشن ها میپردازیم و مزیت های اونها رو در قیاس با هم توضیح میدیم تا شما با توجه به مزیت های هر کدوم و بر اساس نحوه معاملاتتون بهترین رو انتخاب بکنید. حد اکثر ریسک یکی از مزایای باینری آپشن های هستش که شما پیشا پیش مقدار نهایی سود و زیان رو مشخص کردیم، معاملگر سرمایه معامله خود رو در کنترل داره و میزان ریسک اون رو سنجیده. حتی در اکثر باینری آپشن ها این اجازه وجود داره تا قبل از اینکه معامله بخواد انجام بشه حدود سود و زیان اون مشخص، یعنی از حدود سود و زیان از یک حد بیشتر نیست، و چنانچه معامله بخواد قبل از پایان زمان انقضا بسته شه میتونه معامله مذکور بسته شه. البته این فقط برای شرط خاصی امکان پذیر هستش. در مقابل بروکرهایی که در زمینه فارکس یا سایر قسمت بازار مالی فعالیت میکنن، حد ضرر یا استاپ لاس رو به معامله گران معرفی میکنن که این حد ضرر 100% نبوده و در گاهی از اوقات اتفاق میفته که با توجه به گذاشتن حد ضرر یا استاپ لاس فرد قسمت بیشتر یا تمامی سرمایه خودش رو از دست میده، که این اتفاق به صورت مواقع نادری اتفاق میفته ولی کماکان احتمال رخ دادن اون در وقفه هایی که تو بازار اسلیپیج یا در زمان های عدم وجود نقدینگی و یا حتی خرابی پلتفرم و یا در گپ شکاف هایی که معمولا بین بازارهای مالی بین جمعه تا دوشنبه میفته اتفاق بیفته. انعطاف‌پذیری مدیریت معامله و حداکثر سود. خیلی از معاملات در ساعات و قیمت‌های مشخصی قابلیت معامله رو تو باینری آپشن‌ها نداره. حتی قیمت هدف نیز ممکن توسط خود باینری آپشن‌ها تعیین بشه. حتی اگر معاملگر بداند بازار در زمان مشخصی چه حرکتی رو خواهد کرد، به دلیل غیرقابل دسترس بودن معامله توسط باینری آپشن ها شاید نتونیم اونجا اقدام به معامله گیری بکنیم، اما معاملگران در بروکرهای فارکس میتونن از معاملات در حال انتظار که پندینگ اوردر ها هستش استفاده بکنن و از اون قیمتی که میخوان توی زمانهایی که نیستن یا بازار در ساعتی از روز هستش استفاده بکنن. یعنی در واقع یه مزیتیه که بروکرهای فارکس نسبت به باینری آپشن ها دارن، چون باینری آپشن ها در تمام ساعت روز قابل استفاده بر روی سری ارزها نیست، یعنی که چون پندینگ نداره شما نمیتونید در اون قیمت مورد نظر اقدام به معامله. در بروکرهای فارکس شما میتونید معامله خود را حتی اگر یه ثانیه پیش از انجام باشه ببندید و زیان اون رو محدود کنید و در نهایت اگر فکر میکنید که حرکت بازار به سمتی که شما پیش بینی کرده رو رد کرده، میتونید نقاط استاپ لاس و تیک پروفیت رو تغییر بدید، سود بیشتری رو عاید خودتون بکنید، یا اینکه حد ضرر رو در واقع کاهش بدید، که این مورد در باینری آپشن ها صادق نیست. یعنی شما زمانی که یک آپشن رو خرید میکنید دیگه قابلیت تغییر و ادیت رو ندارید، و اگر بعد از یه مدت به عنوان مثال انتظار داشته باشین که بازار در منطقه سود میخواد مدت‌ها حرکت کنه، دیگه نمیتونید از اون استفاده کنید، چرا که زمان اون مشخص هست و زمان اون در پایان انقضا اون بسته میشه. بر اساس نحوه مدیریت ریسک و معاملات، زمان اختصاص داده شده برای گرفتن معاملات، مقدار فعالیت در بازار یا بر اساس نحوه معاملات شما میتونید بین باینری آپشن ها و بروکرهای فارکس انتخاب بکنید که کدوم انتخاب کنید.
و قطعا افرادی که میخوان در جفتش فعالیت بکنن، یک حساب در گیت بروکر و یک حساب در یکی از سایت های باینری آپشن باز میکنن و هر جا که به نوع معاملاتشون به اون نظری که داشتن نزدیکتر بود از یکی از این دو روش استفاده میکنن. هزینه انتقال و معامله در باینری آپشن ها هیچ هزینه اضافی بیشتر از هزینه نرمال وجود نداره و در بروکرها همونجور که میدونید این هزینه به سه صورت کلی اسپرد، کمیسیون یا کمیشن و سواب متغیره و حتی اسپرد در حساب‌های NDD، STP و حساب‌های فلوتینگ یا ECN با توجه به نقدینگی بازار یا تلاطم‌های شدید به شدت افزایش یا کاهش بده می‌کنه، ولی اینو در بازارهای در معاملات آپشن نداریم و همیشه از ایناش ثابت. انتخاب معاملات یکی دیگه از مزایای باینری آپشن ها این هستش که ما میتونیم روی تعداد زیادی از نمادها، ارزها و سهام ها اقدام به معامله کنیم، ولی در بعضی از بروکرهای فارکس این انتخاب محدود. البته در حال حاضر خیلی از بروکرها نمادهای زیادی رو در اختیار معامله گران قرار میدن تا بتونن معامله بکنن، ولی حق انتخاب در باینری آپشن ها هم بسیار بالاست. ریسک نوسانات ناگهانی در باینری آپشن ها مشکلی رو پیش نمیاره، چون از پیش همه چی تعیین شده و مقدار ضرر مشخص و محدود هستش و میزان سود اون هم محدود هستش، ولی حرکت های ناگهانی باعث میشه که معاملاتی که در حال اجرا هست در بروکرهای فارکس به ممکنه به مشکل سنگینی بخوره. پس از این رو به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیاز به دقت بیشتری در معاملات در حال جریان فارکس داره، ولی برای باینری آپشن ها این حرکت های نوسانی تاثیر آنچنانی رو نداره. معاملات اشتباهی، حاشیه و ذخیره اطمینان در باینری آپشن ها برای اشتباهات بیشتر از فارکس بروکر، چرا که فقط دو حالت داره، باز کردن و بسته کردن، در صورتی که فردی که در بروکر های فارکس میخواد اقدام به فعالیت بکنه یک پلتفرم داره و با انواع حالت های اوردر گذاشتن، مودیفای کردن، تغییرات اون، انتخاب لات سایز ها و سایر موارد به خاطر استفاده از اون سافر ممکنه بی‌دقتی بکنه و معاملاتش باعث باختن تمام یا قسمتی از سرمایه منتشه، ولی با این اپشن ها به علت سادگی که دارن و عدم پیچیدگی بسیار راحت انجام میشه و معاملات اشتباهی در اونها بسیار کمتر هستش، یا اون اشتباهات آماتوری که همیشه میگن که فرد انجام میده ممکنه لاتی اشتباه مثلا از قبل گذاشته شده باشه توی دمو ولی توی ریل اون عدد خیلی بالا باشه و یک کلیک حجم زیادی از پول رو درگیر بکنه، این موارد توی معاملات آپشن اتفاق نمیافته. این جلسه در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی موفقیت و پیروزی شما، خدا نگهدار.